30 خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی سراسری در سال 1360 روز شهیدان و زندانیان سیاسی. از شبانگاه 30 خرداد عصر اعدام ها آغاز شد. خمینی ناگزیر چهره واقعی خود را عیان ساخت و دنیا به عیان دید که آن کس که نام ابراهیم زمان، رهبر و امید مستضعفان جهان، نایب امام زمان، انقلابی ترین مرد جهان و امام مسلمانان بر خود نهاده، به واقع جز یک رذل حقیر و بیمقدار نیست که در 82 سالگی شهوت جاه و قدرت هنوز آنقدر در او تنوره می کشد که با هر پلیدی و خیانت و رسوایی، حتی از اعدام حاملگان و تجاوز به نوباوگان نیز در نمی گذرد. راستی چند تن از دیکتاتورهای مشهور تاریخ شقاوت را به این مرحله رساندند. آری این جانی پلید که به راستی در تمام تاریخ معاصر جهان کم نظیر است، با انحصار قدرت روحانی و قدرت سیاسی در دست های خود، با دو خصیصه شقاوت و دجالگری ممتاز می شود و از هر حیث سرآمد اقران است. وای بر فریب کاران، وای بر سنگ دلان، فویلون للقاسیت قلوب هم. انقدر که همه دیکتاتورهای نظامی معمولی در برابر او به خان شاگردان بی تجربه ای میمانند که هنوز بایستی سالیان سال در محضر مرجع رزالت فقه و اصول خمینی را بیاموزند. او خمینی همانهایی را که شاه می کشت و شکنجه می کرد هزاران بار بیشتر می کشد و شکنجه می دهد و تازه مدعی پیکار با امپریالیسم نیز هست. عملا در هر کجا ارتجاع و ملیتاریسم را تقویت می کند و تازه مدعی صدور انقلاب نیز هست. هم منابع ملی و هم ارزش‌ها و فرهنگ و سنن ترقی خواهانی ملی را به بی سابقه ترین صورت ممکن به باد تاراج می دهد و هم از استقلال و آزادی ایران سخن می گوید و سرانجام به نام اسلام و به نام انقلاب، هم اعتبار اسلام و هم اعتبار انقلاب را از اساس به خبث طینت ناپاک خود آلوده و ملوث می سازد. آری، پس از خمینی ما باید سالیان سال، چه در سطح ملی و چه در ابعاد جهانی، حتی حریم کلمات را از لوس تأثیرات او شستشو دهیم. راستی در کجای جهان و در کدام یک از انقلابات دیده اید که فرد اول و رهبر اول یک انقلاب و نه افراد و نسل‌های بعدی تا این حد فاسد و تیره دل باشند و تا این حد در همان ماه‌ها و سال‌های اول انقلابشان بر روی مردم خود تیغ بکشند و تا این حد غرق در دریای ظلمات باشند؟
آیا این همه نشان آن نیست که خمینی نه صاحب، نه وارث و نه انگیزاننده و نه راهبر انقلاب، بلکه حقیقتاً سارقی دیو صفت بود که یک چند برای ربودن رهبری و اطفای آتش شهوت جاه و مقام خرقه ریایی زهد برتن کرد؟ و الا کدام دلیست که حتی به اندازه خردلی در مسیر انقلاب سوخته و رنج برده باشد، ولی از پرپر شدن این همه گلهای انقلاب خم به ابرو نیاورد؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، دلهایی دارند که با آن هیچ در نمیابند. و الا کدام سریست که حتی به اندازه سر سوزنی شور خدا و خلق و انقلاب داشته باشد، ولی در برابر این همه نارضایتی و خشم خلق و خالق هیچ نشنود و نبیند؟ اما آیا ما فقط با شخص خمینی در جنگیم؟ و آیا این تنها خصوصیات بسیار رذیلانه فرد اوست که این همه مسائل آفریده؟ بدون تردید سردمداری شخص خمینی در همه مصائب امروز ایران جای خاص خود را دارد، لیکن ابعاد حقیقی مشکلات ما بسی فراتر از آن است که با رذالت‌های فرد خمینی قابل تفسیر باشد، چرا که ما نه با خمینی بلکه فلواقع با لجنزار یک تاریخ چنگ در چنگیم. انقلاب این امکان را فراهم کرد که جامعه ما با تمام فضائل و رذائل و زخم‌های نهفته در درونش سرباز کند. هرچه چرک جهل و بیخردی و عوام فریبی و ارتجاع و فرصت طلبی در آن اعماق وجود داشت و در زمان حکومت‌های پیشین در خدمت آنها مهار شده بود، رها شد و به سطح جامعه راه یافت و بالا آمد، کما اینکه در مقابل هسته هایی همچون مجاهدی نیز به سطح توده ها ارتقا یافتند و رشد کردند. از سوی دیگر سرعت غیر قابل وصف تحولات سیاسی که خود بر همان جوشش انقلابی درون جامعه مبتنی بود، تضادها را هر روز دامن زد و مرزبندی ها را هر روز مشخصتر و تکمیلتر نمود. در برابر شاه تضادهای نیروهای مختلف موقتاً فروکش کرده بود، اما پس از او همه طبقات و نیروها و تمایلات متضاد و متخاصم میباید سرباز میکردند، زیرا از دعوای مشروعه و مشروطه گرفته تا دعوای توده نفتی در برابر مصدق، هنوز هیچ یک در کشور ما به سرفصل تاریخی خود نرسیده بودند. البته اگر به جای خمینی و دار و دستش یک رهبری انقلابی و مترقی مستر کار می شد، حل این مسائل بسیار ساده تر می شد. اما در کنف رهبری خمینی دیدیم که با چه سرعتی در یک طرف کاشانی و فلسفی و توده‌ای و شیخ فضل اللهی و همه آخوندهای مرتجع زالو صفت و دین فروش دیگر در خمینی به هم گره خوردند، همان دین فروشانی که چون با نام خدا ظلم و خیانت و عوام فریبی و استبداد می کنند، قرآن در قلمرو ایدئولوژیک بیش از هر کس دیگر با آنها در خشم و غضب است. در طرف دیگر نیز به وضوح دیده می شود که صرف نظر از آبشخور عقیدتی علوی و حسینی مجاهدین و سمتگیری اخص طبقاتیشان، آنها حقاً
وارثین سیاسی و تکامل تاریخی جریان ستارخان و کوچکخان و مصدق و نقطه وصل و محور اتحاد اردوگاه استقلال طلب و دموکراتیک ضد خمینی هستند. سایر نیروها و گروه‌ها نیز یا هنوز کماکان به طور حاشیه‌ای در میان این دو اردوگاه تاب می‌خورند و یا سرانجام تجزیه شده و هر شقه آنها جذب یکی از قطب‌های متخاصم اصلی می‌شوند. بنابراین مبارزه ما نه تنها با خمینی و حتی نیروهای خاص او، بلکه با همه جرثومه های ارتجاعی، ضد انقلابی و انحرافی اپورتونیستی است. نسل ما این شانس تاریخی را داشت که در دورانی پا به عرصه نبرد گذاشته که برخلاف اوایل مشروطیت یا دوران مصدق فقید، سرفصل کیفی بسیاری از این دعواهای ریشه دار تاریخی نزدیک است و شرایط عینی برای حل بسیاری از آنها مهیا می باشد. بهای آن را هم به سنگین ترین قیمت خونین با فدا کردن هزاران تن از رشید ترین زنان و مردان ایران پرداخته ایم و چهره پروقار و مصمم فرمانده کبیر انقلاب موسی خیابانی در رأس همه آنها چونان خورشید می درخشد. و دیگر آنچه می ماند مسئله صلاحیت رهبری کنونی و آینده ماست. به طور خلاصه عنصر انقلابی و موحد مجاهد خلق این افتخار تاریخی را داشت که طلسم تاریخی جامعی با خصوصیت ویژه مذهبی جامعه ایران را که کانون آن روحانیت ارتجاعی است در هم بشکند و امروز می‌بینیم که جبهه متحد ارتجاع از کمترین مشروعیت و اعتبار جدی در داخل توده‌های مردم شهر و روستا برخوردار نیست و هیچ آینده‌ای ندارد و تنها بر سرکوب مطلق و جنگ و بحران زنده است. به همین دلایل 30 خرداد تنها یک مبدأ و یک نقطه آغاز بود. برای ما و هر کس که از نزدیک دستی در واقعیت خمینی داشت، روشن بود که پس از آغاز مقاومت انقلابی مسلحانه و پس از آن همه ضربات استراتژیکی به سرتاپای رژیم، خمینی که در زمان مبارزه افشاگرانه سیاسی از هیچ جرم و جنایتی روی گردان نبود، به طریق اولا اکنون تمامی ماهیت ضد بشری خود را آشکار خواهد ساخت و بهایی بس سنگین از مجاهدین باز خواهد ستاند. و در این نقطه بود که مجاهدین تصمیم تاریخیشان را به حکم خدا و خلق گرفتند. فدا، به عبارت دیگر، همچنان که بارها تکرار کرده ایم، ما تصمیم گرفتیم که حتی به بهای فدا کردن تمامی بود و نبود و خالمان تشکیلاتی و فردیمان، فتنه خمینی و متحدان ضد انقلابیش را از ریشه در این میهن براندازیم و با روی گشاده از تمامی مشقات این مهم عاشوراوار استقبال کنیم. و امروز میتوانم بگویم که اگر جز با این چشمنداز حرکت می کردیم و اگر در لحظه سرنوشت ساز به حکم تاریخ و وظیفه عقیدتی و انقلابی من قیام نمی کردیم، امروز همچون بسیاری نیروهای دیگر، آنچه از مجاهدین به جا می ماند چیزی جز مشتی شعر و شعار و سرفکندگی تاریخی بیش نبود. حال آنکه ما نه فقط از چنین سرنوشت رقتباری اجتناب نمودیم، بلکه حتی مضافاً بر مقاومت عملیمان
از همان آغاز در چارچوب شورای ملی مقاومت آلترناتیو سیاسی خود را نیز ارائه کردیم. وانگهی اگر از مقاومت مسلحانه سر باز می زدیم، آنطور که خمینی خیز برداشته و از مدتها پیش دستگاه سرکوب خود را کوک کرده بود، اکنون حتی موجودیت فیزیکی سازمان ما نیز مضافاً بر بی اعتباری اجتماعی اساساً از بین رفته بود. کما اینکه این بلا متاسفانه بر سر بسیاری که نه فقط با مبارزه مسلحانه علیه خمینی هیچ کاری نداشتند، بلکه حتی مخالف مقاومت مسلحانه نیز بودند آمده و آنها را به طور مضاعف حسرت زده و زیانکار ساخته است، زیرا که خمینی نظامش را نه از پی تفریح و تفنن، بلکه دقیقاً بر اساس ضرورت سرکوب هر نیرویی که حتی با او اندکی هم ناسازگاری دارد یک پایه می کرد. او حتی روزنامه میزان را هم نمی توانست تحمل کند، کما اینکه چند ماه بعد حتی روزنامه ضد انقلابی امت را نیز تخته و تعطیل کرد، همان روزنامه‌ای که پس از اعدام نخستین موج زندانیان مجاهد بسا تبریک ها هم به امام امت گفته بود. آری خمینی فقط یک چیز می‌خواسته و می‌خواهد: تسلیم و عبودیت مطلق. آیا این شرک مطلق نیست؟ به این ترتیب اگر مجاهدین نمی‌خواستند قیام کنند، جز به بهای تسلیم مطلق هیچ بقای تشکیلاتی نیز برای آنها متصور نبود. با این تفاوت اساسی که خمینی همچنان افشا ناشده به گونه ای غیر مستقیم و توسط ایادی موسوم به حزب الله می زد و می بست و می گرفت و با خاری و خفت و امواج غیر قابل تصور ندامت، نیروی ما را نیز بی‌حیثیت و نابود می‌کرد. نظیر این جریان یک بار دیگر نیز در تاریخ نزدیک ایران تجربه شده است. چنان که اپورتونیسم و تسلیم طلبی حزب توده پس از کودتای 28 مرداد و موج ندامت کادرهای زندانی این حزب، دست شاه را در لجن مالی و ایزولاسیون اجتماعی این حزب به غایت باز گذاشت. وانگهی در مورد خمینی هیچ تردید نیست که حتی به فرض تسلیم طلبی مجاهدین، از آنجا که او پیوسته ما را همچون دشمن اصلی مهمترین تهدید خود می دانست و از آنجا که ابعاد اجتماعی مجاهدین به جایی رسیده بود که برای خمینی بجز سرکوب و کشتار چاره‌ای نداشت، اگر هم قدری از آنچه تا کنون کشته کمتر می‌کشت، ولی چندین مقابل آنچه را تا کنون از ما کشته از کشته بدتر می‌کرد، یعنی بی شرافت و بی حیثیت و بی اعتبار و بی آینده می‌کرد. حال اینکه امروز هیچ کس در این حقیقت تردید ندارد که ابعاد حقیقت مقاومت مجاهدین از اسطوره نیز فراتر رفته و همچون سرمایه‌ای فراموش ناپذیر تا ابد بر تارک تاریخ ایران و مبارزات انقلابی تاریخ جهان جای گرفته است، همچنان که واقعیت رذالت خمینی نیز تا ابد در حضیض دناعت مورد لعن و نفرین بشریت آگاه قرار خواهد گرفت. آری اکنون ما او را خار و بی اعتبار و بی آینده کرده ایم. آینده از آن ماست. برای یک ایران آزاد و مستقل هیچ آلترناتیو و راه حل دیگری جز شورای ملی مقاومت میسر نیست، اما این همه دستاورد خونها
شکنجه ها و مرارت ها و رنج های بی حد و مرزی است که در صعب ترین شرایط ممکن در تاریخ ایران رایت شرف و افتخار یک میهن و یک خلق و یک مکتب را بردوش کشیده است. با هزاران زن و مرد انقلابی و جان برکف که بسیاری از آنان هنوز از شکنجه و زندان رژیم شاه نیاسوده بودند، با عملیات مقدس انتحاری مجاهدین از جمله در تبریز و شیراز و رشت و مشهد، با زنانی همچون زهرا عمرانیان، ثریا سنماری، مهناز کلانتری، منیر ترابی، شمسی رحمتی، آذر رضایی، مهین خیابانی، تاجی مهدوی، فرشته ازهدی، پری یوسفی، مهری خانبانی، معصومه یزدانلو، حشمت مددی، بتول اکبری، فاطمه نجاریان، زهرا محدث، نصرت رمضانی و سوسن میرزایی و هزاران زن و دختر قهرمان و مجاهد دیگر که از مادران پیری چون زاکری و کبیری تا زنان بارداری چون ابوالفتحی و محمدزاده و تا دختران خردسالی همچون فاطمه مصباح و آیدا شهبازی با خون و شکنجه خود زن انقلابی مجاهد در ایران قدر و منزلت تاریخی شگفت‌انگیزی عطا کردند. به خوبی آگاهید که طی یک ساله گذشته دو جنگ کامل پا به پای هم در میهن ما جریان داشت. یکی جنگ خارجی با عراق که خمینی خود از پیش آن را تحت شعار صدور به اصطلاح انقلاب زمین سازی کرده بود و دیگری همان جنگ داخلی چه در ابعاد سراسری و چه در ابعاد منطقه‌ای کردستان که فوقاً بخشی از شهدای سراسری آن را تخمین زدیم. واقعیت این است که جنگ خارجی تا آنجا که به خمینی برمی‌گردد اساساً برای انحراف افکار عمومی ایران و جهان از جنگ مهمتر داخلی و به منظور سرپوش گذاشتن بر آن ادامه یافت. حال آنکه در بسیاری مقاطع یک صلح شرافتمندانه و عادلانه بر اساس تمامیت ارضی ایران کاملا امکان پذیر بود، اما مگر خمینی از اتلاف جان و مال هزاران و میلیون ها هموطن ما باکی به دل راه می دهد؟ زیرا برای رژیمی که جز با جنگ و بحران و ترور و شکنجه و اعدام زنده نخواهد ماند، آنچه اهمیت دارد عوام فریبی هایی تحت عنوان ظاهر الصلاح پیروزی است تا بدان وسیله بتواند هم مردم ما و هم پرسنل مردمی ارتش را به طور مضاعف به زیر مهمیز بکشد. در پایان نکته ای را نیز باید به همه خواهران و برادران عزیز مجاهدم در سراسر کشور یا در هر کجای دیگر جهان که هستند تذکر دهم: شما با ایدئولوژی و مقاومت خونین انقلابی و توحیدیتان، با خطوط اصولی سیاسی و استراتژیکی سازمانتان و با تشکل و انضباط پولادین انقلابیتان تا همین جای کار نیز طی چند ساله اخیر تلسم دیگری را شکسته و به دور انداخته اید. بسیار گفته می شد که سازمان و ایدئولوژی به اصطلاح خرد بورژوایی و التقاطی شما در مسیر حرکت ناگزیر از شق شدن و رفتن نیمی به چپ و نیمی به راست خواهد بود و بسیاری کسان و نیروها نیز در این باره حتی پس از انقلاب و به دنبال از سرگذراندن ضربه مهلک اپورتونیست های چپ نما
خیالات خام به هم می‌بافتند و هر روز تحت دعاوی به اصطلاح چپ از شایعه سازشکاری یا انشعاب مجاهدین دمی زدند. اما تا کنون در عمل سازش یا انشعاب به درون همه مدعیان پرتونتراغ راه یافت الا مجاهدین. آری، شما با عمل انقلابی و توحیدی خود و با وحدت عقیدتی و تشکیلاتی کم نظیرتان تجربه جدیدی در سطح همه جنبش‌های جهان زیر سلطه آفریدید. برای تشریح و توضیح و همچنین برای تکمیل سیاسی و اجتماعی ابعاد این تجربه که در سطر محور ترقی و انقلاب پیام جدیدی برای همه رنجبران و محرومان دنیای تحت ستم در خود دارد، هنوز به زمان بیشتری نیاز داریم. اما مسلم است که تاریخ جنبش‌های انقلابی جهان در آینده از ایران و از مجاهدین خلق ایران گفتنی بسیار خواهد داشت. آنتیتز و پاسخ تاریخی خمینی در مجاهدین است.